خبرها حاکی از آن است که حکومت افغانستان دور دوم آتش بس را اعلام خواهد کرد. از سوی هم دونالد ترامپ بعد دیپلمات‌های برجسته آمریکایی دستور داده است تا روند مذاکره با طالبان را روی دست بگیرند. زنان در کجای مذاکرات صلح قرار دارند؟ در پرسپولیس با حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح. تشکر از فرصتی که به ما دادین دکتر صاحب. زنده باشین. خوشحال شدم از دیدن شما. ممنون. به عنوان اولین سوال اگر در مورد مذاکرات صلح با طالبان پرسان کنیم که امروزه این مذاکرات از طرف حکومت افغانستان با گروه طالبان در چه سطح قرار داره؟ دولت افغانستان مخصوصا شورای عالی صلح همیشه در رابطه با مذاکرات با طالبان آمادگی داشته و آمادگی خود اعلان کرده. چندین سال میشه، اما شورای عالی صلح بعد از اینکه رهبری جدیدش تعیین شد همیشه در تلاش ازی بوده که بیشتر روی پنج هدف که شورای عالی صلح در استراتژی خود داره، یکی از اهدافش مذاکره است و روی همین هدف بیشتر تمرکز داشته باشه. در سطوح مختلف اعضای محترم شورای عالی صلح در تماس بودن، امیدوار هستم که بتونه این تماس ها نتیجه مثبت بده. بله، ما مشخصا بحث را میخواییم روی زنان بیارم در افغانستان و بخش سهمگیری زنان در افغانستان در روند به نام مذاکرات صلح. در چند میز مذاکره مهم نزدیک به 16 زنی که در شورای عالی صلح هستند و یا شما که معاون شورای عالی صلح هستین نقش سازنده داشتین و از نقشتان راضی هستین؟ در بخش خود پروسه صلح دو بخش مهم داره، یکی بخش صلح سیاسی است و یکی بخش صلح اجتماعی است. ما زنها بیشتر میخواییم در بخش صلح اجتماعی فعال باشیم، برای اینکه صلح اجتماعی همو صلح است که داخل خانواده ما شروع میشه. تا اگر منازعه در داخل خانواده نباشه میتونه که اجتماعی سالم هم داشته باشیم و اجتماعی سالم در سطح سیاسی هم تاثیر خود نگذاره. اما وقتی بیایم روی موضوع مذاکره، در بخش مذاکره یک بخش تماس های غیر رسمی است. در تماس های غیر رسمی بیشتر بزرگان، رهبران جهادی، رهبران قبایل، رهبران قومی، اینایی که بیشتر با طالبان ارتباط داشتن، اونا تماس ها را برقرار میکنن. باز یک بخشش میرسه به مذاکره رسمی. بدون شک که دولت افغانستان، رهبری افغانستان، رهبری دولت افغانستان متعهد به این است که هیچ پروسه صلح نمیتونه بدون حضور و مشارکت زنها به پایان برسه. در دور قبلی که ما با حزب اسلامی مذاکره داشتیم، من خودم 24 بار با حزب اسلامی ما مذاکره داشتیم. از 24 بارش که یکی دو بار من خودم مشکل داشتیم نتونستم حاضر باشم. البته باز در تیم مذاکره قسم است که کس دیگه نمیتونه جایگزین باشه. مثلا اگر من نظر به موازیر نمیتونم حاضر باشم، باز به عوض من کس دیگه، چون پروسه را تا یک قسمت آوردیم، باز به عوض من کس دیگه نمیتونه باشه. ما در 24 دور مذاکره با حزب اسلامی حاضر بودیم و توافقنامه هم که به امضا رسید من حضور داشتیم. درست. بانو سرابی، وقتی که به دو بخش تقسیم میشه، بحث سیاسیش و بحث اجتماعیش، خب درست است که بخش اجتماعی و بخش نرمش مهم است که بیشتر مرتبط به روستاها و قریه‌جات و جاهایی است که زنها واقعا نیاز دارن بیشتر در این قسمت بدانن. ولی به نظرتان آیا به ایمان است که زنها در قسمت‌های سخت سیاسی و یا در گفتگوهای محکم نمیتونن بیشتر سهیم شوند یا سهیم برشان اجازه سهیم شدن دادن نمیشه؟ بسیار مهم است که زنها در هر دو پروسه داخل باشه. این بخش مهم است بدون شک که بخش اجتماعی یا بخش نرمش مهم است، اما ما نمیتونیم حضور زنها در بخش سیاسی نادیده بگیریم. نباید همینطور باشه. ما 16 زنی که در شورای عالی صلح هستیم، همیشه صدای ما به می خاطر بلند است که در همه سطوح باید زنها حضور داشته باشند. اما در بعضی جاها، در بعضی اوقات متاسفانه نظر به بعضی موازیر یا انعناتی که در جامعه حاکم است، باز هم حضور از حضور ما جلوگیری میشه. حتی در خود شورا؟ من یک مثال براتون میگم، در خود شورا نه البته. به طور مثال یک کنفرانس از سه کشور، از علمای سه کشور، اندونزی، پاکستان و افغانستان دایر شد در جاکارتا و در اینجا یعنی ممانعت صورت گرفت یا به اصطلاح یک معذرت خواهی شد که شما اگر نروین خوبتر است، چون از دیگه کشورها هم نمیره. درست است که از پاکستان نماینده نرفت، اما
از جاکارتا یا از اندونزیا کسای زنهای در اونجا شرکت داشتن. خوشبختانه سفیر ما در جاکارتا یک زن است، اونا شرکت داشتن، وزیر خارجه اندونزیا شرکت داشتن که اونا هم یک زن هستن، مگر دیگه زن در اونجا حضور نداشت. چقدر این بسیار... برتون قابل پذیرش بود دکتر صاحب که شما ایره بپذیرین که واقعا یک زن شرکت نداشته باشن؟ خوشایند نیست، واقعیت چه بگویم خوشایند نیست برای ما. منتها هر کار ما، هر مرحله از کار ما و زندگی ما یک مبارزه است. بعضی اوقات مخصوصا در مسائل صلح یک افت و خیز هایی میتونه داشته باشه. اینی باید ما بعضی اوقات به خاطر اینکه همین پروسه خوب تر پیش بره از بعض خواسته های خود صرف نظر کنیم. این خواسته ها به این معنا نیست که وقتی ما از خواست خود صرف نظر میکنیم یعنی ما از تمام حقوق خود صرف نظر میکنیم، نه، به هیچ وجه این معنا رو نمیده، اما بعضی اوقات میشه که آدم صرف نظر کنه. خوشایند نیست واقعیتش. دکتر صاحب، شما به عنوان معاون شورای عالی صلح و یک زن که در اینجا کار میکنین، چقدر از سهیم شدنتان در مذاکرات سخت سیاسی صلح راضی هستین شما با جمع 16 زن دیگه ای که جا هستند؟ واقعیت ایست که نه ما و نه زنهایی که در شورای عالی صلح هستیم، مجموعا تمام ما 16 نفر هستیم، با اون اندازه که ما میخواییم راضی نیستیم، به خاطر از اینکه بعضا اتفاق میفته که مسائل یا صحبت ها در ما در حاشیه قرار بگیریم، یعنی ما در حاشیه صحبت ها قرار بگیریم. متاسفانه سیاست در افغانستان سیاست بسیار مردانه است. شما اگر مسائل کلان بزرگ سیاسی در افغانستان متوجه شده باشین، وقتی مشوره های بزرگ سیاسی صورت میگیره، این مشوره ها بیشتر با رهبرای جهادی، رهبرای احزاب و همچنان قماندان های محل یا به طور مثال بزرگان قومی این مشوره ها صورت میگیره. اما میبینین که در اینجا زنها هیچ جایگاه نداره. شما در تمام رهبرای جهادی ببینین یک زنه نمیبینین در اونجا. ما جاهایی که هستیم باید همیشه گوش های ما باز باشه و چشمهای ما هم همیشه بپایه همه چیز ببینیم و باید در فرصت مناسب، در اوقات مناسب صدای خود بلند کنیم تا این صداها بتونه به گوش مسئولین برسه. چی فکر میکنین؟ چقدر نیاز هست؟ درست است که شورای عالی صلح یک پیچیدگی خاص خود دارم، در که شما گفتین شوراهای متفاوت است، ولی امی اولویت بخشی به نیم پیکری از جامعه، درست که شما به عنوان معاونش در اینجا هستین، ولی اقل باید از نزدیک از تمام بخش آگاهی داشته باشین تا دیگران رو آگاه بسازین. مشکل در طرز دید جامعه است. متاسفانه در افغانستان سیاست همش مردانه است. به این خاطر است که مسائل سیاسی یا مسائل بزرگ سیاسی که به وجود می آید به صورت عموم زنان فراموش میشن. حتی این موضوعات نه تنها در داخل افغانستان که خارج افغانستان هم همین قسم است. شما به خاطر دارین بسیار دور و نیست نزدیک، وقتی که الیس ویلز آمد کابل با بزرگای مختلف در افغانستان دیدن، معلمدار رئیس جمهور کشور، رئیس جمهور است، رئیس اجرایه، رئیس شورای عالی صلح آقای حکمتیار، آقای صالح. مگر من حیث یک زن، من حیث یک کسی که در سطح دنیا امریکا امروز تصمیم میگیره و پالیسی میسازه، آیا به نظرشان رسید که زنها در این مسئله، در این گفتگوها، در کجای مسئله گفتگوی صلح قرار دارد، در کجا هستند؟ حتی یک زن هم نتونست که یا نخواست که ببینه. بله. آیا فکر میکنید مختلف است که زنها رو با خوشی میکنید؟ شما به این فکر میکنین که کم کم در بهبوهه مذاکرات صلح و آمد آمد طالبان ای که بیاین صلح شود و یک جو گرفتگی عجیب و غریب در محافل سیاسی، غیر سیاسی و حکومت وجود داره، مسئله زنان، مسئله حق قانونی زنان کم کم زیر بره و زیر آب شوه؟ من حیث یک زن واقعیتش ایست خانم فروتن که من نگرانی دارم. با تمام اعتماد که سر رهبری حکومت وحدت ملی دارم، رئیس جمهور کشور همیشه یاد میکنه که و تعهدم داره، میبینیم ما واقعا در قسمت رشد زنها کار کرد، رئیس اجرایی کشور به می ترتیب. اما وقتی که یک جو سیاسی به وجود بیاید در این قسمت، به خاطر از اینکه صلح زودتر در افغانستان پیاده شوه، من یک نگرانی دارم. من حیث یک زن نشوه که مسائل اتفاق بفته که زنها فراموش شوه. و مثال بسیار کلانش خود دید و بازدید نماینده خاص ایالات متحده آمریکا
در افغانستان بود که با هیچ زنی، با هیچ گروهی از زنها متاسفانه ما بسیار جستجو کردیم، اینا ملاقات نداشتن. چقدر میتونه ای بر آینده بعد از آمدن طالب خطرناک باشه به نظر شما؟ گیریم که طالبان بیاین و گیریم که صلحی را که میگن با آمدن اونا تامین شد، خب شهروندان و یا کسانی که در شهر زندگی میکنن، هم از زنان هم از مردان، خب چیزهای بیشتری هم میخواین، درس میخواین، مدنیت میخواین، ای چقدر میتونه نگران کننده باشه؟ ما نباید بگذاریم که گپ ما تا او به نگرانی برسه. هر کدام ولی ما... یک زمانی به این نتیجه برسن که اوه ما تناسل نمیخواستیم این چیزهای دیگه، پس چی میشه؟ منظورم ایست که ما، منظورم از ما زناست، ما خودت، کسایی که مثل ما و خودت میاندیشه، ما باید نگذاریم که گپ تا او اندازه برسه که این نگرانی وقت ببینیم که حقوق زنا به کلی فراموش شد، یا ما خودت فراموش شدیم، مثل که در امی چند صحبت های رسمی یا صحبت های سیاسی که صورت گرفت زنا حضور نداشتن. به این خاطر ضرورت است که ما زنا یک کمی بیدار شویم، آگاه شویم و با همدیگه خود کمک کنیم و یک شبکه یا نتورک بسازیم و تایی که به گوش مسئولین برسانیم که ما اینجا هستیم، متوجه باشین و واقعا این جای نگرانی است. شما چقدر این نگرانی را شریک میسازین با شما؟ از یک مقام خوب در شورای عالی صلح برخوردار هستین، آنچنانی که میگین هرچند با زد و بند مواجه هستین و مبارزه کرده میرین، حالا هم چقدر در این صدد و در این کوشش هستین که در این جریان مذاکرات واقعا حق کسی تلف نشه؟ من در این موارد همیشه صدایم بلند بوده و هیچ وقت نخواستیم به خاطر مسائل شخصی خود یا موقف شخصی خود از مفاد عمومی، از مفاد یا از حمایت مجموعی زنها دست بکشم. همیشه صدایم بلند بوده و همیشه کوشش کردیم به گوش مسئولین هم این مسائل برسانم، چی مسئولین در داخل حکومت و چی کسایی که خارج از حکومت، یعنی بیرون از بیرون میاین، اونا هم صحبت هایی که میداشته باشن ما صدای خود بلند کردیم، با اونا این مسائل شریک ساختیم. ولی خانم سرابی، جوابشان به نگرانی های شما چی هست؟ اونا چی برنامه دارن؟ گپایی هم وجود داره که طالبا برخی از بخش های عدلی و قضایی را میخواین، در بعضی قسمت ها میخواین بخش های عدلاتی را داشته باشن که بتونن قدرتشان را پخش بکنن، هرچند که اینا در از منابع رسمی تایید نشده، ولی این نگرانی ها وجود داره. در این مورد چی میگن؟ های کدام پلانی دست؟ گرچه تا حال به صورت رسمی چیزی را در این مورد ما نشنیدیم که موضوع بخش عدلی قضایی در زمان تقسیم قدرت به طالبا برسه، اما اگر چنین باشه واقعا یک نگرانی بزرگ برای ما زنا، برای ما، برای خودت و سایر زنایی که در این کشور زندگی میکنیم یک نگرانی خود بود. پس با این وضعیت و با این نگرانی های که از نگاه زنانه بر روند صلح افغانستان وجود داره، میتونیم ای را بگوییم که این حرکت فعلا با قوتی که پخش میشه به دنیا و نشستهایی که برگزار میشه تقریبا یک حرکت مردانه هست؟ تا حال گرچه که همونطور که بیشتر گفتم یک زن در این گفتگوها شریک است که خانم ملز باشه، ببینید خودش یک زن است، اما یک پالیسی میکر است و یک کسی است که قدرت داره در امریکا. اونمو زن هم به خاطر از اینکه قدرت توسط مردا اداره میشه یا به دست مردا است و سیاست همش مردانه است، اما هم زن فراموش میکنه. پس به این خاطر ضرورت است که ما بیدار باید باشیم، ما زنا بیدار باشیم و صدای خود باید بلند کنیم. ولی با این هم این نگرانی را میتونید داشته باشین که این حرکت بیشتر حالا یک حرکت مردانه است، با وجود از اینکه ما چند پیش یک گفتگو داشتیم در مورد منطقه امنی که در پکتیا قرار بود بر طالبا به وجود بیاید. 17 جلسه علاوه بر اینکه هیچ زنی در او اشتراک نکرده بود، بانو سرابی اشتراک هم قرار نبود بکنه، چون اجازه نمیدادن که در اوجه، میگفتن که انعنات و رسوم قسمی است که زنان نباید در اوجه باشن. آیا شما خبر دارین کجا چی گذشت؟ این روند واقعا یک روند کاملا مردانه شده که میخواید با سرعت تمام افغانستان به صلح برسانه؟ البته نه تنها این روند که سیاست ها قسمی که گفتم همش مردانه است، بدون شک مردانه است، اما ما زنها باید از هر در هر مقطع و از هر فرصت استفاده کنیم تا این روند به نفع خود بچرخانیم و نگذاریم که حقوق ما، حقوقی را که بسیار با مشکلات به دست آوردیم و مبارزه کردیم در طی چند سال، این را آسان از دست بدیم.
پای همه، آیا زنان بدون دسترسی به معلومات امنیتی و سیاسی میتونن نقش معنادار در روند صلح افغانستان داشته باشن؟ تمام تصامیم در افغانستان در مجلس شورای امنیت گرفته میشه. مجلس به کلی مردانه، یک زن هم در شورای امنیت حضور نداره، به خاطر از اینکه مسئولین درجه یکی که میرن در شورای امنیت شرکت میکنن، وزیر دفاع، وزیر داخله، وزیر مالیه و و و اینا کلش مردا هستن، هیچ زنی در اونجا حضور نداره. این مسائل است که روی زنها باید سرمایه گذاری شه و این یک چیز میخوایم که به صراحت بگویم خانم فروتن که این به یک شبه حاصل نمیشه. باید سرمایه گذاری بیشتر روی زنها صورت بگیره، زنها بیشتر توانا شوند و خود بتونن واقعا در اون مسائل که ضرورت است خود برسانن. اگر امروز یک زن توانا در دستگاه پلیس داشته باشیم که او بتونه معین امنیتی شوه، اگر یک زن توانا داشته باشیم که او بتونه معین اول وزارت دفاع شوه، اتومات میره به طرف یا در آینده وزیر میشه و اتومات میره به طرف شورای امنیت، یک عضو شورای امنیت میشه. میخوایم از تجربه کارتان در شورای عالی صلح پرسان کنم، با وجود از اینکه شما در یک مقطع حساس تاریخی ایره قبول کردین که در یک ولایت به عنوان اولین زن برین والی باشین و با مسائل محلی از نزدیک روبرو شوین، طوری که اوجم قدرت های زینفوز محلی وجود داشت، این تجربه براتان تجربه سختتر و پرچالشتر بود یا او تجربه نظر به دو زمان متفاوتی که به عنوان یک زن درش کار کردین؟ در واقعیت نمیتونیم که بسیاری دو موقف با هم مقایسه کنیم. از لحاظ چالش، وقتی که والی بودم چالش های زیاد با او مواجه بودم، روبرو بودم، منتها یک نوع لذت داشت. ولی از لحاظ، بله دکتر صاحب، از لحاظ شنیده شدن سخن یک زن، میخوایم امیره بگویم که خودم تصمیم گیر بودم، خودم میتونستم کار کنم، خودم دستور میدادم، خودم نظارت میکردم و کسایی که در اطراف بودن پاسخگو بودن به من و من معلومدار به دولت مرکزی پاسخگو بودم. یک لذت خاص داشت. منتها در شورای عالی صلح بیشتر ما مشوره میتیم یا به اصطلاح درست است که در بعضی اوقات در اگر مذاکره شروع شود باید در بخش مذاکره سهیم باشیم، اما کار اجرایی نمیکنیم و این کار اجرایی که نباشه در صورتی که از لحاظ موقعیت شغلی ما فکر میکنیم این شبهتان باید بسیار با در نظر داشت چالش هایی که شما گفتین برجسته تر و در وقت خودش مهمتر باشن. بدون شک، چون موضوع صلح و جنگ، مخصوصا موضوع صلح فعلا در افغانستان بسیار حاد است و این یک شغل است که واقعا میتونه آدم کارهای بسیار بزرگ را انجام بده، اما چون ترکیب شورا و امو از لحاظ ساختاری و همچنان از لحاظ افراد بسیار متفاوت است، بسیار مشکل است. مثلا در ترکیب شورا شاید بسیار افراد باشند که اصلا به حق زن باور نداشته باشند و هستن چون این افراد. شما با اینا در بحث ها روبرو میشین؟ بدون شک روبرو میشیم. اینا ضرورت است که ما باید اول با اونا قسم گفتگو کنیم که اونا را حاضر به شنوا گوش شنوا داشته باشن، یعنی بتونن بشنون ما را. این بسیار مهم است که ما باید شنونده داشته باشیم. اگر هیچ شنونده نداشته باشیم، در این صورت واقعا مبارزه برای حق خود بسیار مشکل است. در روز اول عید بدانم، روزی که آتش بس اعلام شد و گروه های مختلفی از طالبا در خود همین کابل هم به شهر ریختند، آیا اینا را از نزدیک دیدین؟ و اولین احساسی که برتان پیدا شد بعد از دیدن طالبا پس از سالهای طولانی چی بود؟ البته که در روزای عید وقتی که شنیدیم که طالبا در شهر آمدن، یک واقعی غیر منتظره بود. یعنی ما من حیث اعضای شورای عالی صلح روز سوم یک جلسه داشتیم، یعنی مجمع عمومی برای جلسه خواسته شد تا در این مورد صحبت شود. ما متاسفانه ندیدم، روبرو با طالبان ندیدم، اما از طریق اطلاعات جمعی و رسانه ها ما شنیدم که و همچنان عکس هایی را که پخش شده بود دیدم. یک چیزی که یک نوع مشابهت دیدم با چند مسئله دیگه ای که اتفاق افتیده بود، مثلا در سال 72 زمانی که مجاهدین در کابل آمدن و همه و طور مثال ما میخواییم اما واقعیت ها را براتون تشریح کنم. زمانی که آمدن در کابل، ما همه پشت خانم ها دیگه کلی پشت یک توته
تکه میگشت که چادر داشته باشه. دفعه دوم زمانی که طالبا آمدن کابل گرفتن در سال 1996 وقت پشت چادری میگشتیم. من به خاطر دارم که در غرب کابل بخاطر یک کس میمان کرده بود، صبح که از خواب خستیم طالب کل جای گرفته بود و ما دو نفر، ما و امشیریم، از یک چادری استفاده کردیم داخل تاکسی. این ای واقعیات بود، اما در این دفعه نه. اما من تلفن های زیادی از خانم ما گرفتم و از دوستا گرفتم که بالاخره وضعیت چطور است، چی باید کرد و از این قبل گپایی که نگرانی خود اظهار میکردن. با وجود این وضعیت چی فکر میکنین؟ آیا نگاه و یا امکان یک عقبگرد در وضعیت افغانستان بر جامعه وجود دارد؟ من در این مقطع زمانی باور به این دارم که ما دوباره این عقبگرد نمیتونیم داشته باشیم به چند دلیل. دلیل اول ما ایست که طالبا این دفعه به قدرت شریک میشن، سهیم میشن، نه که کل قدرت بگیرن. یک مسئله. دوم مسئله که جامعه جهانی اینجا وجود داره و اساکر نیروی ناتو اینجا وجود داره و این نمیتونه که یک هرج مرج را که اگر فکر کنیم که هرج مرج به وجود بیای اقسم نمیشه. ولی حالا برخورد متحدان بین المللی افغانستان هم بسیار خوشباورانه است. اونا هم از آتش بس استقبال کردن، طالبا در دفاتر مقامات ولایات رفتن و مثل از این که امی برگشت جامعه و مو عقبگرد کم کم زیر شده است. گرچه در آتش بس 3 روزی طرف مردم پذیرایی خوب شد، یک زگنال بسیار چراغ سبز خوبی بود به خاطر سال و ایره باید بپذیریم که خوب مدیریت نشد، اما یک تجربه بود برای آینده ها که ما میتونیم چطور دولت درست مدیریت کنه. بله، در روزهای اخیر خبری نشد شد قسمی که طالبا چندین بار خواستار از این بودن تا به شکل مستقیم امرای امریکا وارد مذاکرات شوند. بالاخره سرانجام گزارشی نشد شد که دونالد ترامپ با دیپلمات های ارشد خود وظیفه داده تا وارد مذاکرات مستقیم امرای طالبا شوند. پس با این حال وجود شورای به نام شورای عالی صلح و تلاش های حکومت افغانستان به نحوی زیر پرسش نمیره، بر روندی که شما بارها تاکید داشتین که در مدیریت شماست. فعلا هم تا حال در مدیریت ماست، در مدیریت دولت افغانستان است. البته ترامپ یا امریکا در صورت که در روند سال سهمان بگیرن که میگیرن به شکل تسهیل کننده و حمایت کننده سهیم میباشن. خبرهایی که در مورد دور دوم آتش بس اعلام میشن، این خبرها تا چی حد صحت داره و در این دور شما به دنبال چی خواهد بودین؟ آتش بس به صورت عموم البته میتونه که از طرف نیروهای مختلف یا گروه‌های مختلف صورت بگیره. به طور مثال یک بار توسط علما موضوع آتش بس پیشنهاد شد، یا توسط کاروان صلح هلمندی آتش بس پیشنهاد شد، شورای عالی صلح هم از آتش بس استقبال میکنه. منتها مهم است که آتش بس درست مدیریت شود. فعلا هم ما به یقین هستیم. باید باور هستین که آتش بس اولی درست مدیریت نشد؟ خب یک مقدار اگر مدیریتش بهتر می بود، یعنی ما نتایج ملموستر را به دست می آوردیم. در مدیریت شود میتونه که با مدیریت سالم بهره برداری بیشتر صورت بگیره. شما خسته نباشید دکتر صاحب. تشکر از شما. لطف کردید. مهربانی کردید.